برای مردم افغانستان فکر میکنه، برای نجات مردم افغانستان فکر بکنه، یه آدم ما نمیتونن بی‌طرف باشن، باید رو موضع اصولی به نفع مردم وارد عمل شود. یک چیزی طبیعیه. متاسفانه که یک سری مشکلات مردم افغانستان امزین بی‌طرف است. چی این بی‌طرف عالی جنبشی ملی اسلامی باشد، چی هم یک تعداد رهبران جهادی، که رهبران جهادی هم در مذاکراتی که است، در موضع گریایی که است، اینا هم بی‌طرف هم هم طرف هم. به هر کس که میرسن یک قول میتن، لحاظا اینا معادله شده در افغانستان که مشکل افغانستان حل نشد. اگر اینا روی منافع مردم افغانستان فکر میکرد و رو نجات این مردم فکر میکرد، رو حق و باطل طبیعیه که وقتی که درگیر میشن یک طرف حق است یک طرف باطل، نمیشه که هر دو طرف هم حق باشه، یا بعضی جایی میشه که هر دو طرف باطل باشه ولی نمیشه هر دو طرف حق باشه. لحاظا از این جهت ما طرفدار این مسئله که به طرفی اعلان میشه، یا به اصطلاح افغانی ها خود ما و شما که طرف شاهین ترازو سیل میکنه، این سببی خرابی مردم افغانستان شده. ما توصیه ما اینه که چی جنبش ملی اسلامی باشه، چی این رهبران جهادی، باید برای مردم افغانستان فکر بکنه، رو منافعش هر چیز تشخیص دادن، در اون طرف عمل بکنه، به طرفی نه به نفع خودشان است نه به نفع مردم. استاد تو یک ذهنیت است که شورای نظر نسبت به یک موقعیت های اساسی کابل و حزب اسلامی و حزب وحدت بگیره، ترجیح میده را به نیروهای دوستان بسپاره، و یک سلسله تحرکاتی که دیروز در بعض قسمت های کابل صورت گرفته مقدمه یعنی است. شما در این رابطه از لحاظ نظامی و سیاسی چه تحلیل دارید؟ امکان داره پشت پرده یکم چی مسائل باشه، یعنی آقای مسعود از خصیصه وجودیش این مسائل هست که بر شرایط و هر وقتی برای خودش پلانای خاصی داره و حرکات خاص. چون در اول فتح کابل آقای مسعود با بازوی جنبش آمد در کابل، مسپر آقای مسعود جنبش بود، در جنگ تابستانی گذشته هم باز جنبش سپر قرار بود. بعد در این اخیر که یک مقدار موقعیتش تحکیم شده بود، علیه جنبش شد، جنگا کردن بینشان، درگیری ها کردن، حالی که اگر خطر احساس کنه طبیعیه که آقای مسعود این راه رو میره. آیا جنبش چقدر باز اعتماد میکنه با بازی های آقای مسعود که او بستگی داره به سیاست جنبش؟ البته از طرف آقای مسعود هیچ شک نیست که این کار میکنه. روزی بدانه که قوت های حزب اسلامی و حزب وحدت سریشون غالب میشه، به همون وقت و زمان طبیعیه که موقفشان را، موقعیت هایی که هست، با جنبش تحویل میده و جنبش هم تحریک میکنه که وارد جنگ شد. آقای مزاری در مورد آغاز جنگ های خونین توسط مسعود و دستگیری افراد ملیت تشیع چنین گفت: جنگ پنجم آقای مسعود علیه فرقه اشداد شروع کرد، متاسفانه 500 نفر از مردم ما را گرفت، اونم به حساب اعتراض. این عمل آقای مسعود میتونیم بگیم که اعتراضی برای کاری حضرت باری داشت،
یعنی برای ازی که دماغ یکی بلند است یکی بالا یه که خدا کرده دیگه دیسی بندیش نیست ولی ازی که مریدای سید منصور و فرقه اشتاد دماغش پخش است از هزاراس 500 نفر از ما را گرفتن و جنگ آغاز کرد. در اینجا ما مجبور شدیم از مردم خود دفاع کردیم. ایشان در رابطه با حکومت‌های قبلی و اداری ائتلافی موجود اظهار داشتند که یک مسئله هم در اینجا ما باید یادآور شویم که باید به مردم اثبات بکنیم که نه حکومت‌های گذشته اسلامی بوده که کس به نام اسلام بگذارن نجات، نه حکومت یک ساله فعلی اسلامی است. یعنی ما وقتی میگیم حکومتی اسلامی یک حکومت ملی است همه ای را میخواین، نه اون حکومت های قبلی رو میگیم نه حکومت فعلی را، یعنی اون حکومتی که اسلام با دستورات اسلام پیاده شده حقوق همه را در نظر گرفته، هیچ کسی را تجویز نگرده که سر کسی ظلم بکنه، حق او را ضایع بکنه. روی این دید من معتقد هستم که طبیعی ترین ائتلاف ائتلاف ما و حزب اسلامی است. از طرف دیگه ما اطمینان میتیم برای حزب اسلامی و برادرایی که متعلق به حزب اسلامی است که این از خصیصه حزب وحدت است که با کسی توافق نمی کنه، اگر توافق کرد در پایش می ایست. همونطور که در سوال اولی خدمت شما گفتم که ما در مذاکره اسلام آباد موافق نبودیم ولی رو مصالح مردم و مصالح کشور توافق کردیم، امضا کردیم پایش، حالی هم هستیم و ما این توافق نامه را توافق نامه خوبی میدانیم بر نفع مردم افغانستان، باعث ثبات در افغانستان و باعث اینی که برای یک سری نیروهای متعهد که برای مردمشان برای منافع مردمشان فکر میکنه این توافق برای خواست اون اقدام مردم مفید است. آقای مزاری در خصوص وابستگی و تعهد دو جانبه مسعود هم با حکومت کمونیستی کابل و هم با ائتلاف سمت شمال قبل از فتح کابل بیان داشت. آقای مسعود بر علاوه ای که با ما تعهد داشت یک تعهداتی هم با کابل داشت که بیشتر تو اون تعهدات کابل عمل کرد و با تعهدات ما یک ذره عمل نکرد. تعهدات کابل همین مسئله فعلی رو میخواست، یعنی در کابل وضعیتی پیش بیاییم که باز مردم سراغ از ما تمایل پیدا بکنن و بگه که اینها بهترین اداره کننده تو مسئله افغانستان، که متاسفانه یک سال عمل کرد با اون خط عمل شد. بالاخره پرده از مکارگی های مسعود هنگام دخولش به کابل برداشته و نمونه های از مکرهای سیاسی او را یادآور می شود. حضرت صاحب از اونجا دعوت کرد و آمد، بعد حضرت که آمد حکومت تحویل گرفت، آقای مسعود وقتی که میخواست در کابل وارد شود در دروازه کابل استاد شد و اونجا از حضرت اجازه خواست که رادیوها این مسئله را منعکس کرد که اگر حضرت صاحب اجازه میده ما وارد کابل میشم، اگر اجازه نمیده ما وارد نمیشم. یعنی معنایش امروزی بود که حضرت اولوالامر میدانه و مطیعشون است تابع امرشه. وقتی که آمد حکومت حضرت تحویل گرفت در اینجا پیام حضرت را به رادیو تلویزیون نگذاشت که بخونم، بچهش را با ضرب کلشنکوف در کرد و هواپیمایش که از پاکستان آمد با راکت زد که حضرت پذیرایی بکنه، ولی خب خدا نجات داد. پس معلوم بود که اون بدون اجازه وارد شدن مسعودم در
کابل سیاست بوده نه صداقت. دوازده بیشتر در اون تعهداتی کابل عمل کرد تا تو اون تعهداتی که با ما داشت با واقعی مجاهد.